رو خط تشریف داشته باشید. آقای تفکری صحبت های خانم نادریان هم میشنم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای تفکری، رئیس هیئت فوتبال. آقای تفکری، همچون که آقای زارعیان گفتم، ما هیچ نقدی نداشتم نسبت به هیئت فوتبال و اون پیامی که هم که من به شما دادم که واقعا نتونستم اسپانسر جور کنم، یه جورایی خواهشانه بود. گفتم که الان ما دارم تیمو اعزام میکنم به مسابقات. گفتم من در توانم نیست که این تیمو اعزام کنم. آقای تفکری اجازه بدید تو طول صحبت شما ایشون صبر کردن، اگر اجازه میدید ایشون صحبتشون رو مطرح بکنم، ما حتما در خدمتتون هستیم. آقای تفکری. بله در خدمتم. بعد توی بحث مربیگری که گفتن که قاطی نباشه جدا نباشه، خودشون تو صحبتشون گفتن توی استان شهر یزد فقط خانم نادیا میشمسی هستن که تو بحث ساحلی کار میکنن و من که دارم توی بحث هم فوتبال هم فوتسال کار میکنم. خب وقتی که ما مشکل ما همینه که ما نتوانستیم فرهنگ حرفه‌ای رو در بین خانمامون ایجاد کنیم که خانم میگه آقا من هم فوتسالم هم فوتبالم، فدراسیون مسخرمون میکنه. آقای زارعیان با این حرفا. آقای تفکری عزیز یه لحظه، آقای تفکری اجازه بدید، شما مدرک مربیگری فوتبال رو دارید؟ بله. مدرک مربیگری فوتسال رو هم دارید؟ بله. خب الان فدراسیون میخواد چی رو مسخره کنه؟ آقای تفکری ببینید 170 تا دختر دارن فوتبال رو و علاقه شون رو دنبال میکنن، فدراسیون میخواد تقدیر بکنه نکنه، ولی اگر واقعا میخواد مسخره کنه این بحثو کم لطفیه. آقای اصلا ارتباطی فوتسال با فوتبال مگر میتواند آقای وحید چمسایی سرمربی تیم ملی بزرگواران فوتبال کشور بشه؟ مگر میتواند آقای اسکوچیش بره سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون بشه؟ تو هیچ استان دیگه مربی مشترک تو دو تا رشته کار نمیکنه تو 32 تا استان. ببینید اول صحبتو عرض کردم، یه نهال شاید نوپایی باشه، هنوز به اون بلوغ نرسیده، خلاهایی هست، مشکلاتی هست. با همدلی هم ما رسانه، شمای هیئت، اداره کل، باشگاه ها، حامیان مالی، نهادهای دیگه مثل شهرداری، استانداری میتونیم کمک بکنیم؟ میتونیم به این شکل بحثا رو ادامه بدیم؟ باز به خودمون برمیگردیم. آقای زارعیان بازیکن فوتبال خانم نادریان برده در مسابقات فوتبال چمنی در تهران بازی کرده، ربات صلیبی پاره کرده، تو روی چمن تمرین نداشته. آقا خب. کی باید بیاد پاسخ این دختر مردم رو بده؟ خب الان مشکل زمین شما چی بود؟ همون مسائلی که قبلش فرمودید. من ادامه صحبت آقای تفکری دنبال زمین رفتید یا خیر؟ بله ببنید. چی شد بگید به ما؟ خب متاسفانه یزد زمین پوشیده‌ای نداره برای بانوان و تنها زمینی که حراست اجازه داده بازی بشه داخلش و تمرین داشته باشن زمین ورزشگاه شهید نصیری بوده که تقریبا 2 سال ما دارم کار میکنم. درسته حالا تو این 2 سال که بهتون میگم شاید سرجم میتونم بگم 5 ماه ما کار شده، چون که مدام یا تمرینات شهید قندی بوده یا تمرینات یزدوله بوده. تفکری بینندگان حالا شاید خواسته باشن صحبت‌های خانم نادریان هم بشنوند، ما هستیم در خدمتتون، شما عزیز ما. ما تعطیلی زیاد داشتم به خاطر خطکشی زمین، به خاطر تمرینات شهید قندی که نیمی از زمین در اختیارتون قرار میگیره. گاهی اوقات به خاطر آبدهی زمین مجبور بودم که درخواست کنم چون نزدیک مسابقات بود زمین رو به ما بدن و چون حالا طبق چیزایی که حالا توی بحث فنی چمنداری بود باید اون موقع آبدهی انجام میشد، مثل این که ما نصفه زمین رو داشتم که فکر کنم 1-2 جلسه به این شکل بود. ظاهرا هم ساعتای خوبی نبوده، یا صبح زود یا از توی گرما چون با لباس پوشیده هم تمرین میکنن. تو گزارش داشتیم که بازیکنان میگفتن دچار مشکل شده بودن. اون مصاحبه‌ای که بود برای سانس آموزشی ما هستش که ما توی زمین شهدای رحمت‌آباد ساعت 6:30 تا 8 صبح روزای پنجشنبه و جمعه داریم تمرین میکنیم. خب آقای تفکری فقط نصیری رو ظاهرا داریم که پوشیده هست و امکان تمرین خانم ها رو داره. الان شهدای رحمت آباد رو هم فرمودید. شهدای رحمت آباد هم هست ولی گفتن که باید آقای زارعیان که بله. چمنه که خانم ها روش تمرین کردن متاسفانه کچلی گرفته زمین چمن. چرا؟ به خاطری که نتوانستیم نحوه دویدن دخترها رو آموزش بدیم. ببینید دخترها نحوه دویدنشون روی چمن و فوتسال فرق میکنه. ما اگر امروز نتونیم بگیم دختر چگونه گام برداره روی زمین چمن، چمن خراب میشه آقای زارعیان، مثل که خراب شد. آخه اون چمن که نمیدونم والا تو بعضی از فصول سال اصلا بیشتر شبیه کاه بود تا چمن، خیلی شرایط ایدئالی نداشته. بعضی از فصول گرم سال فقط شرایط خوبی داره. هوای کبیره که در پاییز و زمستان بله
زمین چمن نصیری به خاطر اینکه الان هم که خود سازمان لیگ نمایندهشو فرستاد آقای خلیفه سلطان رو که بازدید کردن و چمن رو ایراد گرفتن برای بازی‌های دیگه. یه نکته ببینید، من به ذهنم یه بحث جنسیتی اومد اینجا که نمیدونم چجوری مطرح کنم. یعنی اون تکل‌ها و دویدن‌های خانم‌ها شدیدتر از آقایون هست که باعث خرابی بشه؟ این یه ادعای جنسیتی. اصلا آقای زاریان این ارتباط ندین، خواهشم ببرم. ببینید دخترایی که میان تمرین میکنن دخترای من هستن، خواهر من هستن، ناموس ما هستن، دخترای این سرزمین هستن. من خودم یک کسای جزء کسایی هستم که سینه سپر کردم که دخترای ما باید روی چمن بازی کنن. احسن، درود بر شما. اگر خلافه، اگر که قانون نیست چرا برای استانهای دیگه هست؟ اگر واقعا برای استانهای دیگه هست چرا برای یزد نباشه؟ حتی من تهدید شدم که آقا خیلی سنگ بانوانو به زیره نزن. گفتم آقا من که نیومدم سالا بمونم، اومدم که واقعا اگر دخترای عزیز استعدادشو دارن در چمن هم دیده بشن. تلاشمونم همینه، خدا رشته با آقای دکتر پورسلمانم حمایت کردن، همراهی کردن که اتفاق بیفته. ولی آقای زاریا قبول کنید که ما نمیتوانیم دخترایی که در سالن بازی میکنه بیاریمش تو چمن. این آسیب میبینه، این عمر فوتبالش تموم میشه، مثلی که شده، مثلی که اصلا تجربه نشون داده و متاسفانه اتفاقات افتاده. انشالله که با شرایط بهتر، حالا چمن بهتر پوشیده، تمرین اون جایی که باید باشه، با فرصت کافی که تو زمان محدود و ناآماده به مسابقه نرفتن. صحبت پایانی خانم نادریان چون خیلی طولانی شد، ما به رسم ادب سعی کردیم که اصلا دیگه کنداکتور رو زمان محدود برنامه کلا بذاریم کنار. به احترام شما آقای زاریا، من فقط صحبت پایانی می‌رسش که اونجوری تایید کننده محترم از آقایونی که مدارس فوتبال دارن و مجوز دارن دعوت کنم اونا تبلیغشون انجام بدن. بله، اما مطرح کردیم، ما همون یکی دو ماه پیش اوایلی که برنامه با ورزش امسال شروع شد به این موضوع حتما پرداختیم. خانواده‌ها قطعا باید توجه داشته باشن مدارس فوتبال با مجوز رو. مجوزدار. بله قطعا، متاسفانه تعداد زیادی هم غیر مجوز بود که مطرح شد بحثش در برنامه. کاملا درست میفرمایید، خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپاریم. قربان شما، خدا سلامت باشید، خدا نگهدار. در خدمت هستم خانم نادریان. خیلی کوتاه برمیگردیم، بازم در خدمتتون هستیم چون بیننده هم شاید خسته شده باشن. یه بخش تقدیم میشه و گفتگو مون پی میگیریم. چند جمله اگر فوتبال و فوتسال، من یکی از سوال حرفایی که آقای تفکری زدن رو من پاسخ بدم. خیلی بهتر بود که آقای تفکری به عنوان رئیس هیئت، دوست داشتم که اینجا از ما حمایت کنن که حداقل بینندگان صنایع یا حالا هر کسی که شاید راغب بشه که بیا سمت بحث بانوان، با شنیدن صحبت‌های آقای تفکری فکر می‌کنم که چند تا قدم رفتن عقب توی بحث حل میشه انشالله. توی بحث هیچ نگرانی نیست. توی بحث فوتبال و فوتسال که گفتن ادغام شده، اینقدر حرفه‌ای هستم که این مسئله رو بدونم، هیچ ادغامی توی اینها نیست، توی بحث فوتبال و فوتسال نیست. ما حتی مربیامون جدا هستن، تو مجموعه ما تقریبا 8 مربی دارن کار میکنن که از این 8 مربی 3 تاشون مربی فوتبال هستن، کاملا جدا هستن، تمریناتمون جدا هست، بازیکن ها جدا هستن. و اون خانومی که گفتن ربات سالبی پاره کردن حقیقت داره، اما فوتبالیست بودن، جزء فوتبالیستایی بودن که برای همون مربی دومی که خانم آقای تفکری خیلی حمایت کردن ازشون، از واسه ایشون هستش، خانم ترانه نجفی، ایشون جزء بچه‌ای بودن که برای انتخابی اومده بودن، تست داده بودن. حتی خب توی الان اسم نبریم چون فرصت دفاع ندارن. حالا کاش نمیگفتید. خب بعد ایشون فوتبالی بودن که اضافه شده بودن و یکی از صحبتایی که آقای تفکری شرایطی که برای من گذاشتن که این تیم به اسم اسطوره توی مسابقه شرکت کنه این بود که از کل استان و کسایی که اومدن واسه انتخابی حتما استفاده بشه. خب ما هم از این بازیکن، واقعا بازیکن خیلی خوبی بود توی مسابقه شرکت که، و متاسفانه توی بازی آخر مقابل تهران یه برخوردی تو محوطه جریمه اتفاق افتاد و اون آسیب رو متاسفانه دید که طبعا ناخواسته بوده. یه سوال و بریم گزارش رو ببینیم. از اون 8 مربی که فرمودید کارت مربیگری دارن؟ بله هر 8ش. مرسی.